بحث های داغ درباره فیلترینگ هوشمند و تصمیم دولت برای اعمال این فیلترینگ تا چند ماه آینده. فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی این روزها خیلی بحث برانگیز شده، به خصوص که دستگاه مسئول اقداماتی رو برای این نوع فیلترینگ آغاز کردند. مرحله سومش که از نظر ما مرحله فیلترینگ یعنی کامل هستش و 6 ماه طول میکشه. اما این فیلترینگ هوشمند یا به نوعی پالایش فضای مجازی چیست و چگونه عمل میکنه؟ روی برخی از فضاهای مجازی نصب کنن و فقط و فقط محتواهای مجرمانه رو فیلتر میکنه، یعنی بنا نیست جز محتوای مجرمانه چیز دیگه ای فیلتر بشه، اون همون چه که در قانون قید شده. حفاظت از کیان خانواده و جامعه، مقابله با اقدامات ضد امنیتی و مذهبی، جلوگیری از کلاهبرداری و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی از مزیت‌های فیلترینگ هوشمند که کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی درباره اون دارند. دست سانسور محتوا به وسیله ارتباطگر و دروازه‌بان گذشته. اگه ما سواد رسانه‌ای مخاطبمون افزایش ندیم، قطعاً دوچار چالش‌های بعدی میشیم. خود نظام پالایش یک الزامه، یک ضرورته. در جا میگیم که آقا فیلترینگ بده، اگه فراینده ببینیم میگیم تمام دنیا نظام پالایش داره. حالا کارشناسان استفاده از شبکه‌های اجتماعی وطنی رو یکی از راه‌های مقابله با مشکلات موجود در شبکه‌های اجتماعی وارداتی میدونند. هم‌اکنون 30% شبکه‌های اجتماعی به محتوای غیر اخلاقی، ضد دینی و ضد امنیتی اختصاص داره که کیان خانه و خانواده رو تهدید می‌کنه.